در نقاط تاریخی مهم این 20 سال میتونیم ببینیم، در سال 88 میتونیم ببینیم، در اعتراضات 96 98 در بخش‌های مختلف میتونیم ببینیم این حالت صلح بودن برخورد، چکشی بودن واکنش حکومت، سرکوب کردن، بستن، محدود کردن، همراه بکنید با اخبار بدی که حالا به خاطر اتفاقات مختلف تلمبار میکنه روی این احساس، سقوط هواپیما بدون اینکه کسی مسئولیت قبول بکنه، به اون شکل در واقع اسقاط کردن هواپیما، زدن هواپیما، دروغگویی های مستمر و مداوم و وقیحانه که هیچ جور معذرت خواهی در پی نداره، هیچ جور عواقبی نداره. یعنی اگر قبلا راجع به چیزهایی دروغ گفته میشد که دربارش اطلاع رسانی نمیشد، الان میبینیم که اتفاق افتاده، مردم شاهد بودن، سخنان هست، جملات وجود داره، جملاتی که تو همین 2 سال قبل، 3 سال قبل، بعد حتی 1 سال قبل، حتی 3 هفته قبل ادا شده از طرف یکی از مقامات، رئیس جمهور، رهبر یا هر کسی، و بعد عکسش کاملا گفته میشه، یا انکار میشه، یا تکذیب میشه، چیزی که دیده میشه کاملا تکذیب میشه. میدونی این حجم از نپذیرفتن مسئولیت و دروغ گفتن و پا گذاشتن روی شعور فردی جمعی آدم ها خستگی مدام و مزمن میاره و بیماری هم طبیعتاً دیگه میتونه تیر خلاصی باشه بر حال روز خوش آدم ها.